بچه یه دونه هم میزنی روی انگوش حالا روی یه لیف نباید گچ زیاد بزنیم ما چون این فومه میایم کروممونو روی کار میزنیم ما میخواییم این دیوار رو گشت بزنیم خب قبلش میایم اول باید تنظیم گشت بکنیم که ببینیم چقدر اصلا گشت خور داریم اولش گاییم از مبنای یک انگوش یعنی همون یک سانت میایم برآورد میکنیم ابتدای کار و انتهای کار اگه گیر بود میایم کم کم گشت خورمون رو زیاد میکنیم با یه دونه ریسمی میخواییم ببینیم کرومبندی چقدر گشکار داره اول با ریسمان میان ببینیم چک میکنیم که چقدر باید کروم میداره تو چه دار؟ یه انگوشت یه انگوشت یه انگوشت الان یه انگوشت میزنیم ببینیم گشکارش میگیره میان دو انگوشتش میکنیم و این قسمتش گیره که برش میدونیم الان اینی که به چیزا اسمش چیه فوم به فوم چسبیده یعنی گچخور داره یعنی چی یعنی گچخور صفر باید بهش گچخور بده یعنی باید یعنی باید دو انگشت شما اضافه کنید درسته یعنی الان دو انگشت یعنی فقط دو انگشت دارم کل گچخورم درسته این طرف فومش پایین اومده که فومو برش میدیم این دیگه روی مثل این قسمت روی یونلی نباید گچ زیاد بزنیم ما چون این فومه و زیاد مقاومت نداره هر چی که میره تو اینه درسته نباید گشکور زیاد باشه گشکور باید مبنای یک سان یک انگوش باشه اگه ببینیم گیری میم دو انگوشش میکنیم ولی نباید زیاد گش بهش بزنیم خب الان میخواییم کرومبندیمون رو انجام بدیم خب ریسمان زدیم یه شمشم گذاشتم که قشنگ خیارم باید بشه تو این مرحله میدونیم دیگه الان چقدر گش خور داریم پس میایم کروممون رو روی کار میذاریم فقط یه چیزی که خیلی مهمه همیشه اگه تیرچه به این سمت بود ما شمشگیریمون رو به این سمت هم جمعیم چون قناصی زیر کار روستامون اینا رو بالا پایین میزنن پس حتما ما باید برخلاف جهت این کرومون رو بذاریم یک متر و پنجاه تقریبا واسه یه دهان پر کردنش میشه Thank you.
اینو میگیریم، بعد با ریسمو میان شمشای بعدی رو حذف میکنیم. و این که من الان کرومای میذارم که بعد با ریسمان دهنه یک رو تا یک و پنجه بیشتر نباشه، چون شمشه تم میده و کار خراب میشه. اینا دیگه بمونه تا خود ریسمان گچ برشی در بیاره. این همون یک و تقریبا 20 تا یک، همون یک و 20 معیاری که گفتین دیگه. دیگه بیشتر از اون نباید باشه. همین دست به اندازه دست آدم یه شمشه پر کنه. چرا این حرکت دوست انجام میدی؟ یعنی نگم که شمشم راست میدونه، یعنی این دیگه راست میدونه، یعنی یک تجیره شمشم را این دوش و میگه بهش درست‌ترین حالت شمشگیری که از اوستاهای قدیمی و قدیمیمون و همه جای دنیا هم تقریبا اگه ببینن شمشگیری میکنن، گذاشتن شمشه با پر کردن پشتشه. می‌دانم لایف بین این که خواهم شمشگیری بکنم خواهی گچت حیف و مل نشه دیگه، قدر نده.
گچ یه دونه هم میزنیم بعد دوسته این تکنیکی که اینجوری پرتاب میکنی اسم خاصی داره؟ نه اسم خاصی داره ولی باید بزنی هم بری پشت این هم من میتونم یه اسم روش بذارم بزنیم تکنیک چکی بله دیگه بس از این من این تکنیک باشه تکنیک چکی بس کروم ما با تکنیک چکی پر میکنه اینه بس خیلی از چیزمون اسم نداره اون طرفش هم به همین سر پر میکنیم چند دقیقه بهش زمان میدیم این خودش بگیره بعد شمشه رو آزاد میکنیم که دیگه شکستگی نشیم حدال امکان اگه گچ زرف میزنیم این قسمت رو هم بزنیم که به شام گفت رو بس بشیم یه هم بریم واسه این که روی رابی فوم گچمون رو اینقدر ریخته باشه نوشه اولش میان اینا آستر میکنیم مثل رابیت آستر میکنیم که این گچمون حتما بره لایه این مهمه چون این کپکار گچ نگه نمیداره حتما باید یه گچه بره توش حالا من چیکار میکنم؟ من یه چیزی چیز برمیدارم الان ندارم اینا اینجای گیری همه یه کار رو سراخ میکنم که کلم زخمی میکنم کار نمیکنم ها زخمی میکنم با یه پیشگوشتی، با یه چیز چوبی سراخ کنین که بذار این دشت بری که این نگه داره بعد 5 سال دیگه، 10 سال دیگه توک نشی که بکن این رنگش رو یکم فرق میکنه این گچ سیمان سیاه